سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال مستر ریپورتر. وقتتون بخیر. من میسیز ریپورتر هستم و خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتونم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما را حمایت میکنید. در این برنامه با دو خبر از سلبریتی های ایران همراه شما هستیم. از کنارگیری ژیلا صادقی از برنامه تلویزیونی به خاطر آستین لباسش تا توبیخ شدن مجری زن تلویزیون به خاطر حمله به دولت. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. موضوع اول به کنارگیری ژاله صادقی از برنامه تلویزیونی به خاطر آستین لباسش اختصاص داره. ژیلا صادقی، مجری مشهور تلویزیون که مدتی از عرصه اجرا دور بوده، قرار بود با مسابقه تلویزیونی به نام آشپزی با مامان که از شبکه 5 سیما پخش میشه، دوباره به قاب تلویزیون برگرده. اما حالا با انتشار متنی در اینستاگرامش کنارگیری خودش رو از این برنامه اعلام کرده. صادقی در یه استوری اینستاگرامی نوشت: بعد از 5 ماه همکاری و جلسات مکرر انصراف خودم رو از اجرای این مسابقه اعلام می کنم. اما نکته جالب توجه دلیل انصراف او از اجرای این مسابقه است. از قرار معلوم برخی ممیزی های سلیقه ای از سوی عوامل اصلی برنامه در طراحی لباس او موجب این کناره گیری شده. ژیلا صادقی در بخش دیگه ای از استوریش این موضوع رو به نوعی تایید کرده و نوشته: به امید روزی که چین سراسینه هیچ زنی در سرزمینم مشکلی برای بودن یا نبودنش ایجاد نکنه. مردم به اندازه کافی لباس‌های عجیب و غریب در شبکه نمایش خانگی می‌بینند. پیش از این هم پوشیدن مانتوی جلوباز در برنامه شهران شبکه 5 سیما عوامل این برنامه را مجبور به ارائه توضیح کرده بود. پاییز سال گذشته پس از اون که انتشار تصویری از پوشش مجری زن برنامه شهران روی آنتن تلویزیون حاشیه‌هایی برای اون رقم زد، تهیه کننده این برنامه منکر جلوباز بودن مانتوی خانم مجری شد و گفت مخاطبان دچار اشتباه شدند. این تهیه کننده گفت عوامل این برنامه خودشون به پوشش اسلامی روی آنتن الزام دارند و هرگز در بحث پوشش خارج از عرف عمل نمی‌کنند. همین چند روز پیش هم ویدئویی از یکی از خبرنگاران زن شبکه خبر منتشر شد که با حجاب کامل در حال آماده شدن برای گزارش در برابر دوربین بود. این خبرنگار وقتی از سوی همکاران پشت دوربینش برای اصلاح حجاب و جلوتر کشیدن مقنعه‌اش تذکر گرفت، یک بار با عصبانیت روی آنتن زنده تلویزیون و مقابل چشم بینندگان گفت دیگه جلوتر از این نمیاد. پس از این واکنش خبرنگار زن، ارتباط زنده بلافاصله قطع شد. موضوع دوم هم به توبیخ شدن مجری زن تلویزیون به خاطر حمله به دولت اختصاص داره. قدیس صالحی، مجری برنامه سلام تهران که از شبکه 5 سیما پخش میشه، به خاطر انتقاد از دولت روی آنتن زنده تلویزیون توبیخ شد. صحبت‌های صالحی در این برنامه با کنش‌های مختلفی رو به دنبال داشت. این مجری چند روز قبل در یکی از بخش‌های برنامه سلام تهران در واکنش به قطعی مکرر برق در کشور خطاب به دولت گفت: چه کاریه؟ همین حالا دولت رو تحویل بدید. خسته اید اداره کنید، تحویل بدید زودتر. مردم شما رو درک میکنند. از اتفاقات بعدی که به دنبال قطعی برق افتاده، فیلم هایی منتشر شده که دل همه رو درد آورده. شما چطور حالتون از این اتفاقات بد نمیشه؟ حالا خبر رسیده قدیس صالحی به خاطر حمله به دولت در این برنامه مورد تذکر و توبیخ قرار گرفته. سعید آشنا، مدیر شبکه 5، در گفتگویی تاکید کرده مجری برنامه سلام تهران بدون هماهنگی با سردبیر و خارج از چارچوب حرفه‌ای به بیان این مطالب پرداخته بود. آشنا درباره این اتفاق و توبیخ قدیس صالحی گفت: شبکه 5 سیما به عنوان عضو کوچکی از خانواده دغدغه مند رسانه ملی همدلی با مردم شریف و رشید کشور رو افتخار دونسته و این انعکاس مشکلاتشون رو وظیفه خودش میدونه. در روزهای اخیر که قطع بی برنامه برق مشکلات فراوانی رو بر مشکلات جاری مردم افزوده و فرصت رو برای دشمنان قسم خورده ایران عزیز مهیا کرده تا کلیت نظام رو به ناکارآمدی متهم کنند، وظیفه رسانه‌ای حکم می‌کنه زبان گویای مردم و پل ارتباطی اونها با مسئولین باشند. بدون تردید ادای این وظیفه باید حرفه‌ای، هوشمندانه و به دور از عواطف و هیجانات فردی باشه.
خانم قدیس صالحی که از مجریان جوان و دغدغه‌مند سیما هست، در برنامه سلام تهران نتوانست بر اندوه و احساسات شخصی غلبه کند و بدون هماهنگی با سردبیر برنامه و خارج از چارچوب حرفه‌ای به بیان مطالبی پرداخت که به توبیخ نامبرده منجر شد. در ادامه بخشی از صحبت‌های قدیس صالحی رو می‌شنویم. آخر دولت وایسی همین الان تحویل بدین، دولت رو خلاص چین دیگه، خسته این آخه، نمیتونین آخه اداره بکنین، بخاطر همین تحویل بدین زودتر دیگه. باور کنید مردم شما درک میکنن کاملا، بخاطر اینکه نمیتونین کنترل بکنین. و این فیلمایی که توی فضای مجازی پخش میشه از اتفاقات بدی که از پس قطعی برق افتاده، دل همه رو درد میاره. شما چطوری دلتون درد نمیاد خدا داند که چه مدلی زندگی میکنین که حالتون بد نمیشه. از آی سی بیمارستانم که با نور موبایل دارن تلاش میکنن که بیماراشون رو زنده نگه دارن، این فاجعه است. شما چرا بهتون بر نمیخوره؟ از اون معلولی که طبقه دهم خونشه، آسانسور قطعه، بعد وایسته 4 ساعت تا برق بیاد وارد آسانسور بشه بره بالا. و خیلی جاهای دیگه که همینطوری بیمارا بیشترین اذیت شده میشن، اونایی که واقعا اکسیژن وصل میکنن، مشکلات دیگه دارن. الان آخه من چی بگم؟ به چه چیزی ادامه بدم به گفتن که اتفاق بهتر بیفته؟ هیچی. فقط مردم باید صبور باشیم. صبوری هم فایده نداره. آخه الان دیروز سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر دیروز من خونده بودم که گفته بودن که باید مردم بگیم که تا 1 ماه آینده وضعیت همینه. تا 1 ماه وضعیت همینه؟ یعنی ما 1 ماه بعد 3 بار در روز برق قطع بشه؟ بعد هیچکی نیاد عذرخواهی کنه، هیچکی نیاد توضیح بده؟ دستتون درد نکنه. علی برکت الله. خیلی ممنونم. خب ممنون از اینکه تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هایی که میذارید به ما انرژی بدید و ما رو همراهی کنید. شاد و پایدار باشید.